صبح امروز پیش از شروع مرحله نهایی دومین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی بیان، من در مسابقات گروهی موفقیت داشتم اما به طور شخصی نه. تو مسابقات اتحادیه اروپا شرکت کردم و فکر میکنم اینجا مشکل تر باشه. اینجا چینی ها و همینطور ایرانی ها شرکت دارند. اولین بار یکی اینجا هستم، همه چی اینجا برام عجیب و جالبه. مثل چی؟ معماری و سنتاتون. 22 سالمه و از دانشگاه ملی تایوان اومدم. من برای شرکت گوگل توی چین کار میکنم. اومدم ایران توی این مسابقه شرکت کنم. سه سال قبلم یه برد داشتم. سال گذشتم مرحله اول برنده شدم. در سال 2011 جایزه نهایی جهانی ACM ICPC رو گرفتم. این مسابقات به صورت انفرادی برگزار میشه و شناخت مسئله طراحی راه حل و پیاده سازی کامل و دقیق اون با استفاده از یک زبان برنامه نویسی به چالش کشیده میشه و در استفاده از زبانهای برنامه نویسی در این مسابقات محدودیتی وجود نداره. سایت مرجع برنامه نویسی codeforces.com گزارش مستقیم این مسابقات رو پوشش داده. این سه نفری که میبینید منتخبین کشورمون هستن برای حضور در مسابقات جهانی ACM. درست میگم بچه‌ها؟ خودتو معرفی کن. حامد ساله هستم. علیرضا فرزاد. سعید ایلچی. دانشگاه سنت شریف. مخ دیگه ها؟ نه. کدوم ها قدره؟ هستن بچه های خودمون، از خارجی هم ایگور رو من میشناسم. چینی بچه شرکت میکنید یا ای که چیست؟ جفتش. این انفرادیه. سابقه قبلی نداشتی توی برنامه نویسی و توی مسابقات؟ چرا؟ طلای کشوری. همه رو شما حساب میکنن، درست میگن؟ چرا چه سابقه به اصطلاح کاری دارید که همه دوستان شما رو نشون دادن؟ همین دوره مسابقات سال پیش اول شدم. تو المپیک جهانی هم طلا دارم. شروع مسابقات را مهران خلدی دارنده دو مدال نقره جهانی المپیاد کامپیوتر اعلام کرد. مرحله اول پاسخ به 7 سوال در 3 ساعت. ما تو مرحله اول بیش از 5000 نفر شرکت کننده داشتیم که 3000 خودشون بین‌المللی بودن، از کشور خارجی بودن و حدود 2000 نفرشون هم از ایران بودن و الان برای مرحله فینال حدود 65 نفر برای فینال راه پیدا کردن. این سری مسابقات رو یک شرکت دانش بنیان متولی است که به همراه مرکز رسانه‌های دیجیتال مسابقه مشابه ACM رو در کشور برگزار می‌کنه.